لازم باشد برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای اقدام خواهیم کرد. و از طرفی به تازگی آقای یوسی کوهن رئیس سابق موساد هم گفته که محسن فخری‌زاده معاون کشته شده وزارت دفاع و چهره‌های پشت پرده برنامه اتمی ایران سالها هدف عملیات گردآوری اطلاعات بوده. پرسش ما اینجاست، آیا با این توانایی و انگیزه لازم برای برخورد قاطع‌تر با حکومت جمهوری اشغالی چرا اسرائیل این همه تعلل داشته و مثلا بسیاری از بینندگان رادیو تلویزیون آیدیا در پیام‌هاشون که ما می‌خونیم همیشه از ما می‌پرسن که حالا که موساد توانایی منفجر کردن ماشین فخری‌زاده رو در اون منطقه استراتژیک داشته چرا این کار رو قبلا در مورد بیت رهبری یا پایگاه‌های سپاه نکرده؟ از شما می‌شنویم. یکی اینه که از سال 1979 با روی کار آمدن جمهوری اسلامی و قطع رابطه اون و گروگانگیری آمریکایی در سفارتخونه و قطع رابطه دیپلماتی و نفت و گاز به اسرائیل که در اون موقع به 450% رسیده بود تورم در اسرائیل در سالهای 80، ما بیش از 42 سال نبردی خونین داریم، چه از نظر زمین، هوا و دریا با جمهوری اسلامی و سپاه قدس و گروه‌های نیابتی اون، چه از هشت شعبی گرفته حزب الله در لبنان گرفته تا حماس و جهاد اسلامی سوریه، اسد و غیره. یک. دو، اینی که در قبال آنچه که گفته میشه برحال از نظر رسیدن و دستیابی به تسلیحات کشتار همگانی اصل بر این بوده که با وجود اینکه در اسرائیل مسائلی که مربوط به مسائل هسته‌ای میشه که به صحبت بر این هستش که ممکن بین 80 تا 200 تا کلاهک اتمی در اختیار داشته باشه، با وجود این یک معمایی هستش که از نظر NPT و غیره هنوز افشاگری نشده آنچه که در اختیار اسرائیل هست. سه، اینی که به هر حال ترور افرادی که در این زمره افرادی بودند که مثل فخری‌زاده و دیگر به هر حال دانشمندان یا مأموران و آمران هسته‌ای که همشون که برای فیزیکدان که نبودن، مثل فخری‌زاده حتی یک مقاله علمی هم ارائه ندادی که اون رو بیان بگن یک دانشمند فیزیک اتمی بوده و غیره، هرچی برای خودش تعریفی داره، به عنوان مأموری بوده که به هر حال ضوابطی رو به عهده داشته. و آنچه که در حال از گفته میشه نکنید وقتی که یک کشوری به کشوری دیگه حمله میکنه، اگر از نظر سایبری باشه برای جلوگیری و بازدارندگی اون برای رسیدی و دستیابی به آنچه که گفتیم تسلیحات اتمی که میتونه تمام منطقه و ثبات منطقه رو به خطر بیاندازه، فرق داره تا ترور یک شخصیت برجسته. اگر به هر حال قاسم سلیمانی در زمین خودش بازی نمیکنه و به عنوان یک بازیگر هشت شبی در عراق هستش، اون مثل این نیستش که یک فردی رو به عنوان یک فرد سیاسی ترور سیاسی خوانده میشه، یعنی یک اعلام جنگ هست به طرف مقابل خودش. آنانی که بینندگان شما که این مسئله رو مطرح میکنن، اینجور که مرومه همشون در ناز و نعمت لس آنجلس یا نیویورک نشستند، برای اینکه همچین کاری 150,000 تا موشک رو به طرف لس آنجلس از حزب الله نمیکشونه بلکه به طرف اسرائیل میکشونه. بعد موشک پرانیایی که هزاران هزار در 11 روز جنگی که ما با حماس و جهاد اسلامی با پشتیبانی تروریسم قدس و چه از نظر تسلیحاتی چه از نظر مالی و آنچه که در اختیارشون دانش تسلیحاتی که در اختیارشون گذاشتن، اسرائیل بود که
با این مسائل روبرو است، همینطور که در 42 سال پیش مطرح بوده. هر آنچه که به حال مثل اینه که شما بیاید اسحاق رابین رو در اسرائیل ترور بکنید، چه میتونه پیامدهایی رو داشته باشه، مخصوصا اینه که هرچه باشه چه جمهوری اسلامی تحت عنوان اسلامی خودش به عنوان یک نظام اشغالگر در ایران داره چپاول میکنه با اون نفوذی که روسیه و چین و انگلیس داشته و دارند، به هر حال مسئله ترور شخصیت ها مثل ترور افرادی نیستش که از زمره افرادی هستن که برای تسلیحات اتمی و کشتار همگانی دارن عمل میکنن و یک عامل بازدارنده عنوان میشه و قلم داد میشه. سپاسگزارم جناب رحیمی. من در صحبت شما اینچنین که میشنوم